سلام، با 180 ثانیه چهارشنبه 29 خرداد ماه همراه ما باشید. دفاتر شرکت‌های نفتی بین‌المللی در عراق هدف موشک پرانی قرار گرفته است. پلیس عراق گزارش کرد که یک موشک در محوطه مجتمع اداری مسکونی برجسیا در بصره که دفاتر شماری از شرکت‌های نفتی بین‌المللی در آن قرار دارد، منفجر شد و خساراتی به بار آورد. در اثر انفجار موشک، دو کارگر عراقی هم زخمی شدند. علی القاسی، دادستان تهران، با تأکید بر لزوم اقدامات فوری برای برخورد با مظاهر علنی بدحجابی و با ابراز تأسف از سگگردانی، اعلام کرد این گونه پرونده‌ها خارج از نوبت رسیدگی می‌شود. علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، گفت جنگ نظامی میان ایران و آمریکا رخ نخواهد داد. حمله به دو نفتکش نروژی و ژاپنی در روز پنجشنبه هفته گذشته در دریای عمان موجب افزایش تنش بین ایران و آمریکا و متحدان این کشور شده است. او همچنین گفت ایران به صورت گام به گام کاهش تعهدات خود در برجام را ادامه خواهد داد. جدیدترین گزارش مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار نشان می‌دهد که تعداد کودکان کار در ایران افزایش یافته است. مرکز آمار وزارت کار از وجود حدود 500 هزار کودک کار خبر داد که 1.4% آنها در مشاغل پرخطر مشغول به کار هستند. جلسه بررسی طرح رینگ شهری نشتارود در استان مازندران با پرت کردن قندان از سوی یک عضو شورا و زخمی شدن شهردار این شهر نیمه تمام ماند. این درگیری به دلیل سؤال عضو شورا درباره تخلفات ساختمانی و نادیده گرفتن از سوی شهرداری اتفاق افتاده است. علی ربیعی، سخنگوی دولت جمهوری اسلامی ایران، گفت برای جذب بیشتر گردشگران خارجی و اینکه ایالات متحده آمریکا شرایطی ایجاد کرده که هر کس به ایران می آید ممکن است به نحوی بترسد و بعدها دچار مشکلات و یا تحریم شود، امروز آقای روحانی دستور دادند که این گردشگران بدون مهر فیزیکی و ثبت در پاسپورت به ایران بیایند که قرار است در همه فرودگاه های ما اجرا شود. رئیس جمهوری آمریکا سه‌شنبه شب در فلوریدا حضور یافت و آغاز رسمی کارزار انتخاباتی خود را برای انتخابات 2020 آمریکا اعلام کرد. برایان هوک، نماینده ویژه امور ایران در وزارت خارجه آمریکا، قرار است با هدف بررسی تهدیدهای ایران راهی خاورمیانه و سپس اروپا شود. عربستان سعودی، امارات، کویت، عمان و بحرین و سپس بریتانیا، فرانسه و آلمان مقصدهای او در این سفر هستند.